وقتی که تعداد زیادی اتم به یه شکل منظمی کنار هم قرار میگیرن، یک کریستال یا بلور ساخته میشه. این کریستال ها یه الگوی ثابتی دارن که داخل فضای سه‌بعدی تکرار میشه. حالا فرض کنید یه کریستال خاص داشته باشیم که ذراتش به جای ابعاد فضایی داخل بعد زمان تکرار بشن. به یه همچین ماده عجیبی میگن کریستال زمانی. با اینکه انگار از تو دل فیلمای علمی تخیلی بیرون اومده، اما باید بگم که دانشمندا تونستن نمونه های اولیه‌اش رو بسازن. بریم ببینیم این ماده شگفت‌انگیز چی هست و چه ویژگی‌هایی داره. اسپانسر این برنامه هم شرکت فیوتک تو جنوب کالیفرنیا است که زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیکه. فیوتک تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری و مریخنورد کیوریوسیتی نقش پررنگی داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید یا لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم. اواخر 2021 تیم هوش مصنوعی کوانتومی گوگل اعلام کرد که تونسته یه حالتی از ماده رو با کامپیوتر کوانتومی ایجاد کنه. اما از این کامپیوتر برای انجام محاسبات پیچیده استفاده نشده بود. این ماده رو داخل سخت افزار این کامپیوتر ساخته بودن. داستان از سال 2012 شروع شد. یه فیزیکدان به نام فرانک ویلچک که برنده نوبل فیزیک سال 2004 شده بود، ایده‌ای به ذهنش رسید که فکر دانشمندا رو حسابی مشغول کرد. کریستال‌های معمولی رو هممون می‌شناسیم. مثلا مولکول‌های آب وقتی که دماشون پایین میاد، به یه شکل منظمی کنار هم قرار می‌گیرن و کریستال یخ ایجاد میشه. یا همین نمکی که تو غذا می‌ریزیم در واقع یک کریستال از اتم‌های سدیم و کلور، یا الماس کریستالی از اتم‌های کربونه. ویژگی همه‌شون اینه که یه الگوی مشخصی دارن که تو ابعاد فضایی تکرار میشه. یعنی وقتی تو فضا حرکت می‌کنی و از یه نقطه کریستال میری به یه نقطه دیگه‌اش، ساختارش دائما تکرار میشه. برای همین میگن توی فضا متقارنه. سوال جالبی که ویلچک مطرح کرد این بود که آیا ممکنه کریستالی داشته باشیم که ذراتش به جای فضا توی زمان متقارن باشن؟ یعنی با گذر زمان یا حرکت تو بعد زمان ترکیبشون با یه الگوی مشخصی تکرار بشه. مثلا الان به این شکل کنار هم قرار گرفتن، بعدش به این شکل تغییر میکنن، بعد اینجوری میشن، بعدش هم دوباره برمیگردن به همون ترکیب قبلی. این چرخه رو همینطور تا ابد تکرارش میکنن. پس هیچ لزومی نداره که تو فضا هم منظم باشن. این ویژگی مال کریستال های معمولی فضاییه. اینا فقط کافیه تو فاصله های زمانی منظم به یه ترکیب بندی مشابهی برگردن. این دقیقا مفهوم کریستال زمانیه که به ذهن ویلچک رسیده بود. اولش خیلی از دانشمندا فکر میکردن کریستال زمانی نمیتونه تو دنیای واقعی وجود داشته باشه. اما 4 سال بعد، یعنی 2016، برای اولین بار تو دانشگاه مریلند ساخته شد. برای انجام این کار یه ردیفی از یونهای ایتربیوم کنار همدیگه چیدن که ایتربیوم یه فلز نقره‌ای رنگه. زمانی که یه تعدادی ذره کوانتومی مثل الکترون یا اتم کنار همدیگه قرار میگیرن، بهش میگن یه سیستم چند پیکره. در مورد اسپین الکترون ها قبلا صحبت کردم که به طور ساده با چرخش نشونش میدیم. اونایی که تو یه جهت میچرخن اسپین بالا دارن، اونایی که تو جهت مخالف میچرخن اسپین پایین دارن. اما این ویژگی فقط مخصوص الکترون ها نیست. پروتون ها و نوترون ها هم اسپین دارن. خود اتم هم که از این ذرات تشکیل شده اسپین داره. پس دانشمندای دانشگاه مریلند یه سیستم چند پیکره از اتم‌های ایتربیوم تشکیل دادن که هر کدومشون اسپین خودشو داشت. بعدش با تابوندن لیزر به این اتم‌ها اسپینشون رو تغییر میدادن. اولین پالس لیزر اسپین همه‌شون رو عوض می‌کرد. پالس دوم هم باعث می‌شد اسپینا برگرده به حالت اصلی. به ازای هر دوتا پالس لیزر، این سیستم یه دور تغییر میکرد و دوباره برمیگشت به حالت اولیش. یعنی یه مجموعه ای از ذرات ایجاد کرده بودن که در طول زمان با یه الگوی منظمی تغییر میکرد که این همون کریستال زمانی بود.
اما این روش دوتا مشکل داشت. یکیش این بود که باید دائما با پالس‌های لیزر مجبورش می‌کردیم ادامه پیدا کنه. یکیش هم این بود که بعد از یه مدت کوتاهی گرمای سیستم بالا می‌رفت. برای همین انرژی جنبشی اتم‌ها زیاد می‌شد و از کنار همدیگه پراکنده می‌شدن که به این اتفاق میگن ذوب شدن کریستال. تلاش‌های زیادی برای حل این مشکلات انجام شد اما خیلی موفق نبودن. تا اینکه سال 2021 تیم گوگل کوانتوم AI اعلام کرد که تونسته داخل پردازنده کوانتومی گوگل به نام سیکامور کریستال زمانی بسازه. در مورد کامپیوترهای کوانتومی قبلا صحبت کردم. کامپیوترهای معمولی از ترانزیستورها استفاده میکنن برای ساختن صفرها و یکها که بهشون میگن بیت. اما تو کامپیوترهای کوانتومی به جای این بیت‌های ترانزیستوری از بیت‌های کوانتومی یا کیوبیت استفاده میشه. برای ساختن کیوبیت‌ها هم روش‌های مختلفی هست. مثلا همین کامپیوتر سیکامور کیوبیت‌هاش از اتم‌های فلزات ابررسانا ساخته شده. حالا دانشمندا اومدن یه ردیفی از این کیوبیت ها در نظر گرفتن، بعدش با تابوندن پالس های لیزر حالت کوانتومیشون رو تغییر دادن. به ازای هر دوتا پالس سیستم به حالت اولیه خودش برمیگشت که این همون ویژگی کریستال زمانی بود. الان شاید این سوال پیش بیاد که اصلا چرا این کار رو داخل یه کامپیوتر کوانتومی انجام دادن؟ دلیلش اینه که این کامپیوترها نسبت به شبیه سازهای کوانتومی که دانشمندای قبلی استفاده کرده بودن دقت خیلی بیشتری داشتن. کریستال‌های زمانی مدت بیشتری میتونستن دوام بیارن. ولی خب هر چقدرم که تلاش بکنیم نمیتونیم ذرات کوانتومی رو تا یه مدت طولانی از محیط اطرافشون جدا کنیم. برای همین عمر یه سیستم کوانتومی به خاطر تعاملات ناخواسته‌ای که با محیط اطرافش داره شدیداً پایین میاد که به این اتفاق میگن عدم انسجام. کیوبیت هایی که برای ساخت کریستال زمانی به کار رفته بودن تقریباً بعد از 100 تا نوسان دچار عدم انسجام میشدن. این کلن یکی از مهمترین چالش های سر راه کامپیوترهای کوانتومیه که هنوز کاملا برطرف نشده. پس تا اینجا یه شناخت کلی از کریستال زمانی به دست آوردیم. تو بخش بعدی چند تا از نکاتش رو با هم بررسی میکنیم. نکته اول اینه که یه کریستال زمانی ایدئال میتونه تا مدت نامحدودی نوسان داشته باشه. شبیه یه ساعتی که تا ابد بدون نیاز به باتری کار میکنه. اما مشکل اینجاست که هیچ وقت نمیتونیم شرایطو کاملاً براش ایدئال و پرفکت کنیم. یه دلیلش همون نویز محیطیه که در موردش صحبت کردم. یعنی اتم‌هایی که تو محیط اطراف وجود دارن روی اتم‌های کریستال زمانی اثر میذارن. اون نوسان منظمشون رو به هم میزنن. کریستال ما ذوب میشه. برای همین مجبوریم با تابوندن پالس‌های لیزر دائما هولش بدیم تا نوسانش متوقف نشه. پس هنوز نتونستیم یک کریستال زمانی بسازیم که به طور خود به خود تا یه مدت طولانی به حرکتش ادامه بده. نکته دوم اینه که یک کریستال زمانی ایدئال که میتونه تا ابد نوسان کنه آیا قوانین فیزیکی دنیای ما رو نقض میکنه؟ یکی از موضوعات جنجالی بحث ماشین‌های حرکت دائمیه. وسایلی که ادعا میشه بدون مصرف سوخت میتونن کار انجام بدن. یه حرکتی رو تا ابد تکرار کنن. مثلا از گرانش یا از آهنرباها استفاده میکنن برای اینکه یه حرکتی ایجاد بشه که بعد تبدیلش کنیم به یه کار. اما طبق قوانین ترمودینامیک که از مهمترین قانونهای فیزیکی دنیای ماست، هیچ ماشینی نمیتونه بدون مصرف انرژی کار انجام بده. اتفاقی که تو این دستگاه ها میفته فقط تبدیل انرژی از یه شکلی به یه شکل دیگه است. هیچ انرژی تولید نمی کنن.
وجود یه همچین ماشینایی یکی از موضوعات قدیمی تئوری توته است که طرفداراش معتقدن دولت‌ها دوست ندارن مردم از انرژی رایگانی که با این روش به دست میاد باخبر بشن، چون سوختای فسیلی و بقیه روش‌های تولید انرژی از رونق میفته، که خب اینجا هم مثل بقیه موارد اطلاعات علمی پایین باعث میشه همچین اشتباهاتی داشته باشن. نکته اینجاست که این ماشینا ممکنه بتونن تا یه مدت نسبتاً طولانی حرکت داشته باشن، ولی ما نمیتونیم از این حرکت برای انجام کار استفاده کنیم. زورش نمیرسه، کم کم متوقف میشه، چون هیچ انرژی دریافت نمیکنه. کریستال زمانی هم به نظر میاد شبیه یه ماشین حرکت دائمی رفتار میکنه، یعنی بدون اینکه بهش انرژی بدیم تا ابد نوسان داره. اون پالس‌های لیزری هم به معنی انرژی دادن نیست، چون لیزر هم از جنس امواج الکترومغناطیسیه که از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی تشکیل شده، برای همین باعث تغییر اسپین اتم‌ها میشه. پس اینکه کریستال زمانی میتونه بدون مصرف انرژی نوسان دائمی داشته باشه، آیا به این معنیه که قوانین ترمودینامیک رو نقض میکنه؟ جواب منفیه، چون این نوسان به معنی انجام کار نیست، فقط اسپین اتم ها داره عوض میشه. کریستال زمانی هیچ انرژی مصرف نمیکنه، هیچ انرژی هم تولید نمیکنه. در نتیجه قوانین فیزیک رو نقض نکرده. الان شاید این سوال براتون پیش بیاد که طبق قانون دوم ترمودینامیک، مقدار آنتروپی یا بی‌نظمی یه سیستم بسته باید با گذر زمان افزایش پیدا کنه. کریستال زمانی نوسان داره، اما اینطوری نیست که بی‌نظمیش دائما زیاد بشه. پس آیا داره قانون دوم ترمودینامیک رو نقض میکنه؟ تو ویدیوی نظریه آشوب اگه یادتون باشه گفتم که وقتی فقط زمین و خورشید رو در نظر بگیریم، خیلی راحت میتونیم حرکت زمین به دور خورشید رو پیش بینی کنیم، ولی وقتی که ماه و سیارات دیگه هم اضافه بشن خیلی پیچیده تر میشه، چون گرانش اونا هم روی حرکت زمین اثر میذاره. برای همین منظومه خورشیدی یه سیستم آشوبناکه. هر تغییر کوچیکی که تو اجزاش اتفاق بیفته تو کل سیستم منتشر میشه. اما دنیای کوانتوم خیلی فرق داره. توی سیستم چند پیکره که از تعداد زیادی ذرات کوانتومی مثل اتم تشکیل شده، هر تغییری که تو ویژگی‌های کوانتومی یکی از اتم‌ها اتفاق میفته همونجا باقی میمونه، تو کل سیستم پخش نمیشه. به این ویژگی کوانتومی میگن محلی سازی چند پیکره، یعنی تغییرات تو همون محل باقی میمونن. بی‌نظمی‌های کوچیک کم کم تبدیل به بی‌نظمی‌های بزرگ نمیشن. پس اینکه گفته میشه کریستال‌های زمانی مربوط به دنیاهای دیگه‌ای میشن که قوانینش با قوانین دنیای ما فرق داره، اصلاً درست نیست. هیچ کدوم از قوانین دنیای ما رو نقض نمی‌کنن. آخرین موضوع هم اینه که چه کاربردهایی میتونه داشته باشه. دیدیم که ارتباط نزدیکی بین کریستال زمانی و کامپیوتر کوانتومی وجود داره. برای همین پیشرفت هر کدومشون میتونه به معنی پیشرفت اون یکی هم باشه. یکی از کاربردهای این کریستال‌ها احتمالاً ساخته شدن حافظه‌های کوانتومی باشه برای ذخیره اطلاعات. وزارت دفاع آمریکا بودجه خوبی رو اختصاص داده به بحث کریستال زمانی که همین نشون دهنده اهمیتشه. بعضی‌ها هم معتقدن این حالت از ماده میتونه به ما کمک کنه برای ساخت ساعت‌های خیلی دقیق‌تر، که باعث پیشرفت فناوری‌هایی مثل GPS میشه که الان دارن از ساعت‌های اتمی استفاده می‌کنن. در کل چیزی که تا الان تونستیم بسازیم فعلاً کاربرد خاصی براش پیدا نشده. باید پیشرفت‌هایی اتفاق بیفته که این کریستال‌ها بتونن زمان خیلی بیشتری دوام بیارن. کریستال زمانی الان دقیقاً لبه دانش ما محسوب میشه. ویژگی‌های عجیبش در واقع از جنس همون عجایب دنیای کوانتومه. هنوز مسیر زیادی باقی مونده تا معلوم بشه بهترین راه ساختنش چیه. حتی تو دانشگاه هاروارد سعی کردن داخل یه الماس بسازنش. یعنی یه کریستال زمانی داخل یه کریستال فضایی. شاید در آینده کلاً وارد یه مسیر متفاوتی بشه. اما به نظرم ویژگی‌هایی داره که میتونه دنیای آینده رو تغییر بده.